مهمترین عناوین خبری هفته. آغاز تبلیغات برای انتخاب کانادایی ها. غیبت آقای ترودو در اولین مناظره انتخاباتی. وعده رهبر NDP در صورت پیروزی در انتخابات. وعده آقای ترودو برای خریداران خانه در صورت پیروزی در انتخابات. شروع به کار هیئت بررسی وضعیت کودکان در کبک. درخواست بازگرداندن محصول غذای کودک فاسد شده. سلام، وقت بخیر. به کانادا هفت از شبکه AMG خوش آمدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبری کانادا در هفته‌ای که گذشت. سلام و ممنون که کانادا هفت رو تماشا میکنید. آقای جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز چهارشنبه 11 سپتامبر آغاز رسمی کمپین انتخاباتی دولت را اعلام کرد. کانادایی ها روز 21 اکتبر برای انتخاب نخست وزیر آینده به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. آقای ترودو، رهبر حزب لیبرال، کمتر از 6 هفته فرصت خواهد داشت رأی دهندگان را برای انتخاب مجدد خود متقاعد کند. کمپین های انتخاباتی که از روز چهارشنبه آغاز شده اند، حداقل 36 روز و حداکثر 50 روز فرصت خواهند داشت تا به فعالیت های تبلیغاتی برای حزب خود بپردازند. به گزارش ناظران سیاسی، کمپین های طولانی ریسک رخدادها و رویدادهای پیش بینی ناپذیر را بالا میبرد. آخرین انتخابات دولت فدرال کانادا در سال 2015 برگزار شد که در آن دولت لیبرال به رهبری آقای ترودو توانست با یک کمپین 78 روزه حزب محافظه‌کار را با اکثریت قاطع شکست دهد. غیبت آقای ترودو در اولین مناظره انتخاباتی روز پنجشنبه 12 سپتامبر مورد انتقاد شدید رقبای انتخاباتی به قرار گرفت. پیشتر آقای ترودو پیشنهاد حضور در این مناظره را برای شرکت در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر ادمونتون رد کرده بود. رقبای آقای ترودو حتی پیش از شروع این مناظره وی را به نداشتن شجاعت در دفاع از اقدامات خود در دوره نخست وزیری متهم کردند. با این حال این مناظره بدون جنجال نبود و رقبای انتخاباتی سه حزب دیگر در این مناظره انتخاباتی به شدت از یکدیگر انتقاد کردند، خصوصا رهبران دو حزب NDP و حزب سبز که هر دو بر اساس نظرسنجی ها برای کسب جایگاه سوم رقابت می کنند، به یکدیگر حملات شدید لفظی داشتند. آقای سگمین سینگ، رهبر حزب نئو دموکرات کانادا، در آغاز کمپین انتخاباتی خود در شهر اوشاوای آنتاریو وعده اختصاص بودجه 300 میلیون دلاری به صنعت خودروسازی کانادا را داد، با این شرط که تولید کنندگان و تأمین کنندگان قطعات خودرو در جهت ایجاد مشاغل در خاک کانادا سرمایه گذاری کنند. آقای سینگ همچنین در ضمن سخنان خود حزب لیبرال و محافظه‌کار را به پرداخت بدون شرط مبالغ هنگفت به شرکت‌های ثروتمند متهم کرد. وی که در کارخانه جنرال موتور صحبت می‌کرد، وعده ساخت اتومبیل‌های ساخت کانادا را در داخل خاک کانادا در صورت پیروزی در انتخابات پیشرو داد. آقای ترودو در سخنرانی انتخاباتی خود در بریتیش کولومبیا اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات پیشرو با افزایش 1% مالیات بر خانه هایی که توسط افراد غیر کانادایی خریداری شده و یا مالکان آنها در کانادا حضور ندارند، قیمت مسکن را برای کانادایی ها، خصوصا کسانی که تاکنون موفق به خرید خانه نشده اند، مقرون به صرفه تر کند. در این برنامه که در صورت پیروزی آقای ترودو در شهرهای ونکوور، ویکتوریا و تورنتوی بزرگ اجرا خواهد شد، اقساط ماهیانه وام مسکن بدون بالا رفتن پیش پرداخت کاهش پیدا خواهد کرد. اجرا شدن این برنامه به کسانی که برای اولین بار موفق به خرید خانه خواهند شد کمک می کند بتوانند ماهانه 286 دلار پس انداز کنند. از تاریخ 22 اکتبر، هیئتی در استان کبک به بررسی وضعیت و شرایط کودکان و نوجوانان آسیب پذیر خواهد پرداخت. این هیئت به مدت 15 هفته به بررسی مشکلاتی که در زمینه سیستم حمایتی کبک از این افراد، خصوصاً در حاشیه شهرها وجود دارد، می‌پردازد. این هیئت در پی مرگ دختر 7 ساله‌ای در ماه آوریل تشکیل شد. پدر و مادر ناتنی این دختر به جرم قتل درجه 2، حبس و کوتاهی در رسیدگی به نیازهای ضروری او در بازداشت به سر می‌برند.
پس از مرگ این دختر 7 ساله، سازمان حمایت از کودکان و نوجوانان در استان کبک که مسئول رسیدگی به پرونده این دختر بود، به کوتاهی در زمینه رسیدگی به کودکان در شرایط نامطلوب متهم شد. و در پایان ناظران سلامت و امنیت قضا از اعلام درخواست برای بازگرداندن قضای کودک به دلیل تغییر رنگ و فاسد شدگی این محصول خبر دادند. به گزارش سازمان بررسی سلامت قضای کانادا، آزمایشگاه های ابت خواهان بازگرداندن قضای کودک با مارک کلسیلو اکستی شدند. این سازمان از موارد ابتلا به حالت تهوع و علائم مسموم شدگی در اثر استفاده از این محصول خبر داد. این سازمان همچنین از والدین خواست در صورت مشاهده تغییر رنگ و یا تغییر بوی این غذا آنها را سریعاً به محل تهیه بازگرداند. این بود مروری بر اخبار مهم کانادا در این هفته. از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در میان بگذارید. فراموش نکنید ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. تا هفته آینده و کانادا هفته دیگر، بدرود.